سلام خوش اومدید به کلاس درس میخوایم یکم بیشتر صحبت کنیم با هم راجع جا به جابجایی در دو و حتی سرعت فرض بکنید من یک جسمی دارم که این مسیر رو داره طی میکنه یعنی در فضای دکارتی یا روی حتی نقشه یک کشور داره یک جاده ای رو طی میکنه و جهت حرکتش هم به این سمت هست یعنی داره به این سمت حرکت میکنه این جسم من دو نقطهش رو میخوام انتخاب بکنم نقطه A با مختصات X1 و Y1 و نقطه B با مختصات Y2 و X2 و من طبق چیزی که جلسه قبل با هم دیدیم میدونم که R1 یعنی بردار مکان در نقطه A برابر هست با X1 بردار یکی محور X ها به علاوه Y1 بردار یکی محور وای ها بردار یک رو دیگه من مطمئنم تا الان کاملا باهاش آشنا هستید که برداری هست در راستای محور x ها مثلا بردار یکی محور x ها به طول یک و همچنین بردار یک محور وای ها برداری در راستای محور وای ها به طول یک به همین ترتیب من میتونم بردار مکان نقطه B رو که R2 هست بنویسم هست X2 بردار یکی محور X ها به علاوه Y2 بردار یک کی محور وای ها خب الان در طول حرکت از نقطه A به نقطه B برای جسم من داره چه اتفاق میفته؟ معلفه X جسم من در مختصات دکارتی داره از X1 میره به X2 و معلفه Y جسم من داره از Y1 میره به Y2 یعنی در حقیقت من در راستای محور X ها در جهت مثبت دارم حرکت میکنم و در راستای محور وای ها در جهت منفی و از نقطه A میان به نقطه B بنابراین من میتونم بگم که مثلا جابجایی من پس جابجایی من جابجایی اون متحرک من در راستای محور X ها برابر هست با X2 منهای X1 و من این آی رو هم میذارم که مشخص بکنم در راستای محور X ها هست جابجایی من و در راستای محور Y ها برابر هست با Y2 منهای Y1 و این J رو هم میذارم که مشخص بکنم در راستای محور Y ها هست دقت کنید که Y2 از Y1 کمتره و بنابراین این یک عدد منفی خواهد بود پس در مجموع این یعنی من در جهت عکس محور Y ها دارم حرکت میکنم من اسم این پدیده رو میذارم مثلا دلتا آر ایکس بردار دلتا آر ایکس و اسم این پدیده رو هم میذارم بردار دلتا آر وای یعنی جابجایی در راستای محور ایکس ها و جابجایی در راستای محور وای ها به صورت دقیق من میتونم بگم که این پدیده دلتا آر ایکس همه و این پدیده دلتا آر وای همه بذارید بنویسم که مشخص باشه و این هم دلتا آر وای اما من میتونم بیام یه کار دیگه بکنم و حالا ببینید که چقدر این مختصات دکارتی و این ابزاری که ما بلدیم چیز به درد بخور و مفیدی هست من اگر بیام و بردار R2 منهای R1 رو درست مثل فضای یک بودی که میامدیم X2 رو منهای X1 میکردیم بیام بردار R2 رو منهای بردار R1 بکنم نتیجه میگیرم که R2 منهای R1 مساوی میشه با X2I به علاوه Y2J منهای X1I به علاوه Y1J که این مساوی میشه با X2 منهای X1I به علاوه Y2 منهای Y1J که همونطوری که میبینید این دقیقاً این بخش اول برابر هست با این دلتا RX من که این پایین تعریف کردم و این بخش دوم دقیقاً برابر هست با دلتا آر وای من که این پایین تعریف کردم بنابراین من وقتی که بردار مکان یک جسم رو در مختصات دکارتی دارم برای پیدا کردن جابجاییش در دو مؤلفه x و وای دیگه نیاز ندارم بیام اینجوری حساب بکنم کافی دو بردار رو از هم کم بکنم یعنی یک تفریق برداری صورت بدم و میزان جابجایی رو به دست بیارم که اسم این رو هم من میذارم دلتا آر یعنی کل جابجایی من که یک مؤلفه x داره و یک مؤلفه y داره و این هم بردار دلتا آر هست روی شکل یعنی من این جابجایی رو صورت دادم این مؤلفه x شه این هم مؤلفه y شه به همون ترتیبی که دقیقا از روی شکل مشخص هست و من به این میگم بردار جابجایی یا بردار تغییر مکان پس بذارید اسمش رو هم بنویسم بردار تغییر مکان یا جابجایی خب حالا که من میدونم که دلتا آر یعنی بردار جابجایی یا تغییر مکان من مساوی هست با دلتا ایکس در راستای محور آی ها و علاوه دلتا وای در راستای محور جی ها یعنی من عملا تجزیه کردم حرکت دو بودیم رو به دو حرکت یک بودی و میخوام مستقل تحلیلش بکنم من میتونم بیام و درست مثل حالت حرکت یک بعدی سرعت متوسط از نقطه A به B رو حساب بکنم پس این نقطه آ به نقطه B رو حساب بکنم و دقیقا در حقیقت تعریف بکنم و دقیقا و دقیقا مثل حرکت یک بودی بگم که این سرعت متوسط که با علامت بردار متوسط نشونش میدم برابر هست با دلتا R تقسیم بر دلتا تی. یعنی جابجایی من در چه زمانی صورت گرفته که اگر از این فرمول دلتا آر استفاده بکنم سرعت متوسط مساوی میشه با دلتا ایکس به دلتا تی در راستای محور وای ها به علاوه دلتا وای به دلتا تی در راستای محور جی ها که این هم دیگه خیلی هیجان انگیز شد دیگه چرا چون سرعت متوسط من دقیقا تجزیه شد به دو سرعت یعنی در حقیقت دو مؤلفه ایکس ها و وای ها که بر هم عمود هستم و اگر من سرعت جسمم رو در راستای محور x ها بدونم و سرعت جسمم رو در راستای محور y ها هم بدونم با جمع برداری اونها میتونم سرعت لحظه‌ای ببخشید سرعت متوسط جسمم رو در یک بازه زمانی به دست بیارم که من میام اسم این رو میذارم v x متوسط اسم این رو هم میذارم v وای متوسط یعنی من میتونم اینها رو جداگانه حساب بکنم بعد بگم وی کل متوسط برابر هست با وی ایکس متوسط در راستای محور در حقیقت اندازه وی ایکس متوسط در راستای محور ایکس ها به علاوه اندازه وی وای متوسط در راستای محور جی ها خب پس این کل این پدیده رو من اسمش گذاشتم وی ایکس و کل این پدیده رو اسمش گذاشتم وی وای که اندازهشون هست دلتا ایکس به دلتا تی خب من الان تونستم سرعت متوسط رو به صورت دقیق تعریف بکنم آخرین نکته ای که باید بهش توجه بکنید که این هست که این سرعت متوسط من هست بردار جابجاییم یعنی دلتا آر تقسیم برای یک اسکالر بنابراین سرعت متوسط من با بردار جابجایی من همجهت هست چون من فقط اومدم یک بردار رو گرفتم و بر یک اسکالر تقسیمش کردم حالا یا اندازش رو بزرگ کردم یا کوچیک این خیلی برای من مهم نیست مهم اینه که وقتی شما بردار رو برای یک عدد تقسیم میکنید جهت بردار رو تغییر نمیدید و بنابراین سرعت متوسط همجهت هست با جابجایی من برای دیدن این میتونیم بریم سراغ این آزمایشگاه جدیدمون که این رو روی وبسایت هم ما به زودی قرار خواهیم داد حتما برید و باهاش بازی بکنید در حقیقت یک کفش دوزک هست که میتونه در این فضای دو حرکت بکنه و من میتونم بکشمش این شکلی و میبینید که من در هر جهتی دارم با این ماوس کفش دوزک رو میکشم سرعت کفش دوزک من همجهت هست با جابجایی جایی کفش دوزک من و به طور خاص اگر من بگم مثلا بیا و در روی یک دایره حرکت بکن میبینید که سرعت همواره همجهت هست با اون جهتی که داره کفش دوزک من جابجا میشه این آزمایشگاه در مورد شتاب خیلی هیجان انگیزتر خواهد شد چون انتظار ندارید جهت شتاب یک جهت خیلی عجیب غریبی بشه و خواهیم دید که اینطور خواهد شد خب خیلی هم خوب در کلاس درس بعد در مورد حرکت دو بعدی بیشتر با هم دیگه صحبت خواهیم کرد فعلا خداحافظ